هفته صبح تهران وقت شما به خیر از استودیوی لندن ایران اینترنشنال همراه شما هستیم من پرسه صادقی هستم سخت خبر اعلام آمادگی سه کشور اروپایی و آمریکا برای ارائه قدنامه علیه برنامه هسته ایران سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی نظم جهانی تعهد عذاب رعایت قوانین ان را تی را تضعیف می‌کند های تازه علیه جمهوری اسلامی در پی حمایت از روسیه در جنگ اوکراین اتحادیه اروپا شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی و دو بندر در شمال ایران را تحریم کرد. خطوط هوایی ایران ایر و کشیرانی ایران در فهرست تحریم های بریتانیا ها قرار گرفت. بیانیه پایانی نشست گروه 20 در سایه سیاست های دولت آینده ها یعنی ترامپ سران کشورهای اقتصادی بزرگ جهان با نگرانی درباره جنگ در غزه و لبنان خواستار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شدند. و در ادامه این بخش خبری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در حال از پام مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید هنوز توافقی برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزب الله حاصل نشده آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا قدنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان بیران اینترنشنل گفته جمهوری اسلامی با عدم پایبندی به تعهدات خود زیل معاهده من گسترش تسلیحات حسی و پادمان های آن نظم جهانی تعهد اعضاب رایت قوانین انپیتی را تضعیف می کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین گفته سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی به تهران ارزیابی ها درباره فعالیت هسته جمهوری اسلامی را تغییر نداده او تاکید کرده جمهوری اسلامی به طور مداوم از انجام تعهدات ناشی از توافقنامه جامعه پادمانی سرباز می زند. به نظر میاد مقامات جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی به طور خاص کشورهای غربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران مجددا به چالش جدیدی برخورد کردند و اونطور که سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به من اطلاع داد سفر آقای گروسی به تهران ظاهرا نتایج چندان مثبتی به دنبال نداشته و جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات خودش زیل ان ماهده تی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین پادمان‌های اون عمل نمی‌کنه و این سرباز زدن از تعهداتش موجب شده که کشورهای اروپایی بخوان که اقدام مختزی رو انجام بدن بر اساس اظهاراتی که سخنگوی وزارت خارجه آلمان داشت خب کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که قطنامه ای رو به همراه ایالات متحده در جریان نشست شورای حکام در روز چهارشنبه ارائه بکنم و در این قطنامه به طور جدی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته میشه که اقدامات مناسب رو انجام بدن و به نظر میاد که اظهارات محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که اعلام کرده بود در جریان سفر آقای گروسی که آماده همکاری هستن و حتی این قول رو عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به آقای گروسی داده بود اما ظاهرا قرار نیست همکاری انجام بشه چرا که یکی از اهداف سفر آقای گروسی این بود که مقامات جمهوری اسلامی به سوالاتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در سالهای گذشته مطرح کرده و به طور خاص درباره سایت های هسته ای اعلام نشده در ترقوزاباد و ورامین مرتبط میشه خب مقامات جمهوری اسلامی پاسخ نمیدن و آقای اسلامی اعلام کرده که این سایت ها یکیشون گاوداری بوده و یکی از اونها هم محل انباشت زایعات بوده و به نظر میاد که کشورهای اروپایی این پیام رو دریافت کردن و بر همین اساس هم قطنامه جدید رو ارائه میکنند. این قطنامه هم میتونه که عواقب بسیار بدی میتونه داشته باشه احتمالا برای جمهوری اسلامی چرا که اگر جمهوری اسلامی بخواد که در روزهای آینده با شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکنه میتونه که راه رو هموار بکنه برای اقدامات بعدی شورای حکام یعنی فرستادن برنامه پرونده ایران به شورای امنیت و احتمالا استفاده از دیگر اهرامهای خودش یعنی کشورهای اروپایی میتونن که مکانیزم ماشه را هم فعال بکنند محمد جواد لاریجانی مشاور علی خامنه ای در مصاحبه با صدا و سیما ایران تایید کرد جمهوری اسلامی می ظرف 24 ساعت به توان نظامی هسته ای برسد لاریجانی اضافه کرده امکان تغییر سیاست های هسته جمهوری اسلامی وجود دارد مشاور علی خامنه با اشاره به فتوای علی خامنه در من استفاده از سلاح هسته گفت این فتوا به آن معنا نیست که در مقابل تهدیدها ما تنها نظارگر خواهیم بود ببینید چه چیزی باز داره. مثلا عنوان مثال میگم اگر اونا فکر میکنن که ما در ظرف 48 ساعت میتونیم توان نظامی هسته پیدا کنیم فکر بدی نکردن و ما میتونیم این رو برسونیم به 24 ساعت این نشه توانمندی بازدارنده من حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این جلو برم ولی اگر اونا فکر میکنن که ما در یه بمبستی هستیم سخت در اشتباه هستن ما دوست نداریم که توانمندی های هستهی ما به این سوق کشیده بشه اتحادیه اروپا یک فرد و چهار نهاد از جمله شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروه های شپ نظامی در خاور میانه و دریای سرخ به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در انتقال پهپادها و تجهیزات نظامی به روسیه تحریم شده است. محمد رضا مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی و سه شرکت کشیرانی روسیه هم در فهرست تحریم شدگان هستند هر گونه معامله با بنادر تحت مالکیت اداره یا کنترل افراد و نهادهای فهرست شده از جمله بندر امیرآباد در استان مازندران و بندر انزلی در استان گیلان ممنوع اعلام شده بریتانیا ایران ایر خطوط هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی و کشیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد بریتانیا این دو شرکت را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین در فهرست تحریم های این کشور قرار داده به موجب این تحریم ها دارایی های دو شرکت ایران ایر و کشیرانی جمهوری اسلامی در بریتانیا توقیف می شود به دنبال افزایش نگرانی ها از همکاری های گسترده ایران و روسیه در جنگ علیه اوکراین کشورهای اروپایی و همینطور بریتانیا تحریم های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن اتحادیه اروپا روز دوشنبه بعد از جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که یک فرد و چهار نهاد رو در لیست تحریم های خودش به دلیل همکاری های ایران و روسیه قرار میده این همکاری ها به طور مشخص به دلیل انتقال پهبات ها و موشک های ایرانی به روسیه است که از طریق کشتیرانی ایران داره انجام میشه به گفته اتحادیه ای اروپا رئیس شرکت کشتیرانی ایران و خود این مجموعه مورد تحریم قرار میگیرن اونطور که اتحادیه اروپا در بیانیه‌اش آورده کشیرانی ایران سالیان ساله که به سپاه کمک میکنه برای انتقال و جابجایی سلاح پهپادها و موشک ها و به خصوص برای انتقال اونها به در واقع روسیه این نهاد و کشیرانی واحد کشیرانی ایران نقش داشته به غیر از اون دو بندر ایرانی هم مورد تحریم قرار گرفتن مجموعه بندر انزلی و همینطور بندر امیر و بنادر امیرآباد که این دو بندر فعالیت و تجارت و همکاری با اونها مورد تحریم قرار گرفته البته به غیر از موارد استثنایی مثل موارد مرتبط با موارد بشر دوستانه مواردی که مربوط به ایمنی دریایی یا ایمنی محیط زیستی و ایمنی کلا افراد رو شامل بشه از این تحریم ها مستثنا میشن اما با این حال بسیار تأثیر گذار باشه سه شرکت در واقع روسی هم مورد تحریم قرار گرفتن به دلیل اینکه کشتی های خودشون رو در اختیار جمهوری اسلامی و روسی قرار میدادن برای انتقال پهباد موشک تکنولوژی ها و قطعات مرتبط با در واقع ساخت این سلاح ها به غیر از اون بریتانیا هم تحریم های جدید رو هم زمان اعمال کرده شرکت کشیرانی ایران از جمله تحریم مورد تحریم بریتانیا هم قرار گرفته و همینطور ایران ایر که اون رو هم بریتانیا گفته به لیست تحریم های خودش اضافه کرده میدونیم که اتحادیه اروپا توی ماه‌های گذشته تحریم های خودش رو افزایش داده علیه ایران تحت رژیم تحریم روسیه به دلیل همکاری هایی که با این کشور داره انجام میده و حتی در موارد این تحریم ها رو گسترش داده برای انتقال سلاح به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ماه گذشته هم سه شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله ایران ایرو ماهان مورد تحریم قرار گرفته بودند جمهوری اسلامی با انتقاد و محکوم کردن این تحریم ها معتقده که این تحریم ها مبنای قانونی حقوقی و اخلاقی نداره و همچنان انکار میکنه ارسال هر گونه سلاح ارسال سلاح های بالستیک به, به روسیه رو شهرام خولی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستن به نظر میاد آقای خولدی که کشورهای اروپایی با تصمیم به ارائه قدنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام و البته مال تحریم ها علیه این دو شرکت مهم و کلیدی ایران در مسیر فشار حداکثری که دونالد ترامپ قرار هست بر جمهوری اسلامی اعمال بکنه حرکت میکنه در واقع به پیشواز اون رفتن این چه معنا و پیامی داره برای مقام ارشد در ایران خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال به نظر من مقامات اروپایی به خصوص پس از در واقع کنفرانس سرانی که در بوداپست داشتن که در اون پرزیدنت ماکرون درباره این صحبت کردن که نه تنها اروپا باید یک سیاست در واقع خارجی مستقل و مستحکم رو در پیش بگیره که باید یک سیاست دفاعی مستقل و مستحکم رو در پیش بگیره و این مقارن شد در واقع با انتخاب آقای ترامپ به کاخ سفید ما در واقع در مرحله قرار می گیریم که به خصوص با کنار رفتن آقای جوزف برل و در واقع اینکه مسئولیت سیاست خارجی اروپا به دست نخست وزیر سابق کشور باتیک خانم کالاس قرار میگیره که یک آدمی هستش که بسیار قاطعانه عمل میکنه مجموعه این عوامل در واقع دارن دست به دست هم دیگه میدن که ما رو آماده بکنن به سمت اونچه که نهایتا در اکتبر 2025 قطنامه در واقع سازمان ملل که قطنامه شورای امنیت سازمان ملل که در سال 2015 تصویب شد پیش بینی میکرد که تمام این در واقع پیش بینی هایی که شده مقرراتی که گذاشته شده به خصوص اگر جمهوری اسلامی بهشون تبعیت نکنه منقضی میشه و مکانیزم ماشه رو میتونن در اکتبر 2025 به کار بندازن بنابراین همونجوری که حضرت عالی فرمودید و با تعجب گزارشی هم که ایران اینترنشنال درست در آستانه صدور اخیر ترین قطنامه در واقع توبیخ جمهوری اسلامی که در ماه شوان گذشته تصویب شد کابرش کرد پوششش داد که در اون اعلام می شد که بر اساس نظریه برخی از کارشناسان جمهوری اسلامی توانی این رو داشت که چهار بمب اتمی یا چهار در واقع کلاحک اتمی رو در صورت دستیابی به چاشنی فجاری آماد سازی بکنه ما داریم به اون سمت بینیم که دولت آقای ترامپ وقتی که بیستم ژانویه به قدرت برسند دارای تمامی ابزار لازم هم از نظر متحدین اروپاییشون و هم از نظر حقوق بین الملل برای فشار به جمهوری اسلامی و چه بسا رزمارایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان علیه جمهوری اسلامی هم باشه. این موضوع خیلی مهمه چون که الان از محمد جواد لاریجانی هم پیش از صحبت با شما شنیدیم در این باره آیا ممکنه که در صورت تشریر تحریم‌ها و صدور قدم علیه ایران دکترین هسته جمهوری اسلامی تغییر کنه؟ کوتاه family. من فکر میکنم دکترین هسته ای جمهوری اسلامی تغییر کرده وقتی که در اردی بهشت گذشته آقای کمال خرازی از مشاوران علی خامنه‌ای هست این موضوع رو مطرح کرد حالا دیگه دارن با تبادر و در واقع تکرار مداوم این رو میگن من یه چیزی خیلی سریع عرض بکنم این چیزی که آقای جانی گفتن که 24 ساعت 48 ساعت تنها در صورتی ممکن هست که اون اخباری که ایران اینترنشنال هم پوششش داد که گفته میشد که در سپتامبر در واقع در مرداد و شهریور دانشمندان روسی با جمهوری اسلامی همکاری کردند برای ساختن چاشنی های انفجاری یا در دست قرار دادن چاشنی های انفجاری برای اینکه روی در واقع کلاهک اتمی قرار داده بشه این در واقع زن رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی حداقل به قسمتی از این فناوری دست پیدا کرده و هدفش این هست که باج بگیره پیش از اینکه ترامپ به قدرت برسه حالا سوالی که برای من وجود داره و برای همه ما وجود داره این هستش که آقا یا آقای خامنه ای این ریسک رو خواهد کرد که این کلاهک های اتمی رو آماد سازی بکنه یا اینکه ترجیح خواهد داد تا اکتبر 2025 جام زهیر رو که نهایتا دولت ترامپ بهش تسلیم خواهد کرد از حالا جرعه به جرعه بنوشه خیلی متشکرم از شما شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاور میانه و روابط بین ملل از اونتاریو نگاهی داشته باشید مالا به چند خبر کوتاه از ایران اطلاف آزادی نرگس محمدی در بیانیه خواستار مداخله فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی محمدی برنده جایزه نوبل صلح و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی شد. سازمان های حقوق بشری عضو این اطلاف با اعلام نگرانی از وضعیت جسمانی نرگس محمدی همچنین خواستار اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای ارائه مراقبت های پزشکی کافی برای سایر بازداشت شدگان شدند دادگاه کیفری هرمزگان با تأیید قتل عمدی عطالله رزوانی شهروند بهایی که در سال 1392 در بندر عباس کشته شد درخواست دیه از بیت به دلیل بهایی بودن او رد کرد این دادگاه اعلام کرد بهایت در زمره ادیان رسمی شناخته شده نیست و به همین دلیل دیه از بیت المال پرداخت نمی شود خانواده رزوانی صدور این حکم را نشانه آشکار تبعیض علیه بهایان دانستند رئیس اداره کل کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران بر اهمیت انجام تست های شناسایی اچ برای کنترل این ویروس و بیماری ایدز تاکید کرد. هنگام نامداری گفته در چند سال اخیر به دلیل شناسایی زنان باردار مبتلا به اچ و استفاده از دارو در این افراد موردی از انتقال این ویروس از مادر به جنین شناسایی نشده. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی درهای مذاکره با دولت آینده دونالد ترامپ را باز گذاشته تخت روانچی همچنین در مصاحبه با روزنامه فاینانشیال تایمز تأکید کرده اجبار و ارعاب غرب بر سر برنامه اتمی تهران بی اثر خواهد بود همزمان مایک هاکبی گزینه ترامپ به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل به فاکس نیوز گفته دولت جدید این کشور به دنبال مذاکره با نیابتی های جمهوری اسلامی از جمله حزب الله و حماس نخواهد بود و گروه های تروریستی که از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی می شوند باید به طور کامل از بین بروند اخباری که منتشر شده اظهاراتی که از هر دو سمت آمده بسیار با هم در تناقض هستند آقای تخت روانچی معتقده که در مذاکره رو نباید بست میدونیم که در دوران اولی که آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود جمهوری اسلامی در دو یا سه مورد سعی کرده بود که خودش رو با آقای ترامپ نزدیک بکنه برای مذاکره البته مشروط به دور زدن آقای پمپور که آن زمان وزیر خارجه ایالات متحده بود آن زمان هنوز قاسم سلیمانی نشده بود ولی خامنه این نگفته بود که با هر دولتی از ایالات متحده مذاکره میکنند الا دولت فعلی که آن زمان منظورش بود که خون قاسم سلیمانی بر دستانش نشسته و از طرفی داریم اظهارات مقام هایی که منتصب شدند از سمت آقای ترامپ برای دولت آتی رو هم میشنویم مشخصا آقای حاکبی در 24 ساعت گذشته چندین و چند گفتگو رو انجام داده گفتگوهایی که بسیار گویا و روشن هستند در رابطه با حمایت همه جانبه که ایالات متحده در منطقه از اسرائیل خواهد داشت آقای حاکبی در گفتگوهایی که انجام داده مشخصا از بین رفتن جمهوری اسلامی از این صحبت نکرده بلکه در بسیاری از موارد راجع به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی گروه هایی که او تروریستی می نام الله و حماس راجع به اینها صحبت کرده آقای حاکبی در گفتگو با خبرگزاری تلویزیون خبری فاکس میگه که این گروه ها باید از بین برند هیچ صلحی در منطقه ایجاد نمیشه اگر حماس و حزب الله بخوان باشند و هیچ گونه مذاکره ای هم با این افراد و این گروه ها انجام نخواهد شد در گفتگوهای دیگری که با شبکه های دیگر انجام داده گفته که آقای ترامپ که بیاد اتحاد اسرائیل و ایالات متحده از پیش محکم تر خواهد شد چرا که گذشته نشون دهنده آینده است نگاه بکنیم در چهار سالی که آقای ترامپ بود چه کرد و چقدر از اسرائیل حمایت کرد در چهار سالی هم که پیش رو داریم به همین ترتیب خواهد بود و گفته که درخت پولی که پشت حزب الله و حماس هست رو ایالات متحده از اونها دور خواهد کرد به این معنی که کارزار و فشار حداکثری اون انزوای اقتصادی که آقای ترامپ سعی کرد بین 2016 تا 2020 بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه اونها مجددا بر خواهند در عین حال از دیگر مقام های منتصب شده از سمت آقای ترامپ هم ما گفتمان مشابهی رو در تمامی سالهایی که این افراد رو میشناختیم شنیده ایم. از آقای والس گرفته تا آقای مارکو روبیو که گفته شده روز گذشته هم با آقای بلینکن یک تماس تلفنی داشته با هم راجع به انتقال وزارت خارجه آقای بایدن به وزارت خارجه آقای ترامپ صحبت کردن در اون تماس تلفنی همه اینها در گذشته مواضعشون نسبت به آقای ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی بسیار روشن بسیار سفت و سخت بوده حالا مسئله اینه الان که برخی اینجا دارن این دار مطرح میکنن که این افراد نمیتونن دیگه اون نظرگاه ها و دیدگاه های شخصی خودشون راجبه به جمهوری اسلامی رو بیارن پیاده بکنند باید به شکل هماهنگ در یک سیاست گذاری کلان با هم عمل بکنند و همگی زیر مجموعه اونچه که آقای ترامپ فکر میکنه و آقای ترامپ هم در شرط فعلی مایل نیست که یک جنگ تازه در میانه آغاز بشه همه اینها و این صحبت ها گواه بر اینه که اینجا در ایالات متحده تلاش ها الان بسیار زیاده که سر در بیارند که دولت آقای ترامپ مشخصا وزارت خارجه آقای ترامپ CIA و شورای امنیت ملی آقای ترامپ در رابطه جمهوری چه خواهند کرد همچنان بیننده و شنونده اینترنشنال هستید نگاهی دوباره داشته باشیم به سخت خبرها اعلام آمادگی سه کشور اروپایی و آمریکا برای ارائه قدنامه علیه برنامه هسته ایران سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی نظم جهانی تعهد اعضاب رعایت قوانین انپیتی را تضعیف میکند تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی در پی حمایت از روسیه در جنگ اوکراین اتحادیه اروپا شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی و دو بندر در شمال ایران را تحریم کرد خطوط هوایی ایران ایر و کشیرانی ایران در فیرس تحریم های بریتانیا قرار گرفت رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 20 در بیانیه پایانی خود از مسئولیت مشترک جمعی جهت مدیریت مؤثر اقتصاد جهان و ایجاد شرایط برای رشد جهانی پایدار خبر دادند در این بیانیه مشترک با اشاره به جنگ اوکراین، وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه و تشدید تنش‌ها در لبنان از تمامی ابتکارات سازنده برای برقراری صلح جامع، عادلانه و پایدار استقبال شده همزمان روز دوشنبه و در حاشیه نشست سران گروه 20 در برزیل نخست وزیر استرالیا و رئیس جمهور چین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردن همکارم علیرضا محبی همراه ما هست از ملبورن استرالیا نکات مهم و قابل توجه بیانیه مشترک رهبران گروه 20 به چه موضوعاتی اشاره کرده علیرضا پیسا در جریان برگزاری نشست دو روزه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در ریو دو ژانیرو برزیل رهبران گروه 20 بیانیه مشترک خودشون رو منتشر کردند بیانیه‌ای در 85 بند که شامل سرفصل‌های همچون وضعیت اقتصادی و سیاسی سی بین المللی توسعه پایدار اقدام برای تغییرات اقلیمی و اصلاح نهادهای حاکمیت جهانی است رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان در بیانیه مشترک خودشون اذعان کردند که نابرابری در درون کشورها و میان اونها ریشه بسیاری از چالش‌های جهانی است که با بحران‌های موجود تشدید میشه و جهان به اقدامات اجتماعی و اقتصادی عادلانه منطقی نیاز فوری داره در این بیانیه مشترک آمده که پیشرفت مربوط به کاهش فقر و ریشه کنی گرسنگی از زمان همهگیری کووید 19 با چالش های جدی مواجه شده و تعداد افرادی که با گرسنگی رو به رو افزایش پیدا کرده و به رقم تکان دهنده حدود 733 میلیون نفر در سال 2023 میلادی رسیده که کودکان و زنان بیشترین آسیب پذیری رو در این بین دارن بهداشت جهانی نوسانات بازار نقش حیاتی آموزش با کیفیت از جمله آموزش و فناوری دیجیتال در کنار موضوعاتی چون توانمندسازی زنان تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانهی هم از دیگر مواردی بودند که در بیانیه پایانی رهبران گروه 20 به اونها اشاره شد به جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه هم در بیانیه پایانی رهبران گروه 20 پرداخته شد هرچند علا رقم تلاش برخی از کشورها از جمله استرالیا برای پرداختن هرچی بیشتر به خصوص به موضوع اوکراین به مانند دو اجلاس قبلی در بالی اندونزی و هند استقبال قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفت که خب البته انتظارش هم با وجود حضور روسیه و چین در این نشست میرفت رهبران گروه 20 در خصوص درگیری ها و جنگ های جاری در بند هفت بیانیه خودشون اعلام کردند که همه کشورها باید به نحوی عمل کنند که با اهداف و اصول منشور سازمان ملل به طور کامل سازگار باشه و از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارزی و حاکمیت یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند در بند هشت این بیانیه رهبران گروه 20 ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه و تشدید تنش‌ها در لبنان بر نیاز فوری به گسترش جریان کمک‌های انسانی و تقویت حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند و تعهد قاطی خودشون رو نسبت به چشمانداز راه حل دو کشوری که در اون اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر در صلح و در مرزهای امن و به رسمیت شناخته شده مطابق با قوانین بین زندگی کنند اعلام کردند در بند نوه بیانیه و در مورد جنگ اوکراین هم اعضای گروه 20 به رنج انسانی و تاثیرات منفی جنگ بر امنیت غذایی و انرژی جهانی زنجیره تامین ثبات مالی کلان تورم و رشد اقتصادی اشاره و از تمامی ابتکارات سازنده که از صلحی جامعه عادلانه و پایدار حمایت میکنه استقبال کردن به علاوه اینکه رهبران گروه 20 بار دیگه بر تعهد خودشون به دنیای عاری از سلاحهای ای تاکید کردند و با اشاره به اینکه تنها با صلح میتوان به پایداری و رفاه دستیافت تروریسم رو در تمامی اشکال اون محکوم کردند خیلی کوتاه رضا از دیدار رهبران استرالیا و چین هم برام بگو. آیا ناتونی آلبانیزی و شی جین پینگ نخست وزیر استرالیا رئیس جمهور چین روز دوشنبه در حاشیه نشست رهبران گروه 20 با یکدیگر دیدار کردن رئیس جمهور چین در سومین نشست دو جانبه خودش با آیا آلبانیزی ازش خواست تا در تبدیل روابط چین و استرالیا باش به شراکتی بالغتر و باثبات‌تر با پکن همکاری کنه آیا آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم با اشاره به بهبود روابط با چین و احیای صادرات استرالیا به ارزش دی... 20 میلیارد دلار تجارت آزادانه‌تر رو به نفع مردم و مشاغل هر دو کشور دونست چین که بزرگترین شریک تجاری استرالیا است و مجموع تجارت دو طرفه به رکورد 327 میلیارد دلار در سال 2023 میلادی رسیده. مرسی از تو علی رضا مهبی همکارم از ملبورن استرالیا. نگویم داشتیم ما را به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. دونالد ترام رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام وضعیت اضطراری و استفاده از ارتش برای اخراج گسترده مهاجران را تایید کرد. اخراج میلیونی مهاجران از ایالات متحده از شعارهای انتخاباتی دونالد ترام در کارزارهای انتخاباتیاش بود. وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت الفا벳 مالک گوگل را مجبور به فروش مرورگر کروم خواهد کرد. بلومبرگ گزارش داده این تصمیم وزارت دادگستری آمریکا در جهت از بین بردن حق انحصار در جستجوی اینترنتی گرفته خواهد شد. بلومبرگ نوشته قضات فدرال آمریکا معتقدند شرکت گوگل با انحصار و تبلیغ موتور جستجوگر خود در کروم 90 درصد کاربران این صفحه را به استفاده از آن ترغیب می‌کند. همزمان با آغاز نشست گروه 20 در ریو دو ژانیرو در برزیل معترضان خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه افزایش بودجه کشورها برای کاهش سرعت تغییرات اقلیمی در جهان و افزایش مالیات بر ثروتمندان برای تامین بودجه تغییرات اقلیمی شدند تظاهرات در حالی صورت گرفته که تمهیدات امنیتی ویژه‌ای برای حضور رهبران 20 کشور قدرتمند اقتصادی در برزیل برقرار شده بزرگترین محاکمه امنیت ملی هنگ کنگ برای 45 نفر از چهره مهم و کلیدی اعتراضات در این منطقه امروز سه شنبه برگزار شد این افراد به توطعه برای براندازی متهم شدند که میتواند منجر به حکم حبس عوض شود. کشورهای غربی و گروه های حقوق بشری این محاکمه را به عنوان نمونه از افزایش اقتدارگرایی در هنگ کنگ محکوم کردند. پکن در سال 2020 قانون امنیت ملی گسترده را در هنگ کنگ وضع کرد که به طور موثر اعتراضات گسترده طرفداران دموکراسی را سرکوب کرد. تو ماجه تاباس همکارم همراه ما هست تا در این باره بیشتر توضیح بده اول از روند دادگاه و اتهام‌های وارد شده برامون بگو جماعت مجموعه 47 نفر بازداشت شده بودن اکثرا در فوریه 2021 بعد از صدور اون همون قانون خودت که گفتی قانون موشون به امنیت ملی و بعد از ماه اعتراضات گسترده در هنگ کنگ که برای اولین بار در سه چهار دهه اخیر نگاه ها رو به جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ و به طور کلی در چین معطوب کرد از 47 نفر دو نفر توته، تو تو, تو، تبرئه شدن ما بقی به توته برای براندازی دولت مستقر هنگ کنگ متهم شدن از طریق برگزاری انتخابات درونی در سال 2020 که اساسا دلیل اصلی این بازداشت ها بود نکته اصلی اینه که عملا این گروه در برگیرنده کلیدی ترین و مهمترین چهره های در واقع معترض در هنگ کنگ هستند از جمله جاشوا وون که از شناخته شده ترین افراد در این اعتراضات بنیتای حقوقدان و مؤسسه یکی از جنبش های اعتراضی خانم کلادیا و روزنامه نگار یا گوینت هول روزنامه نگار دیگه اکثرا به طور بی سابقه بدون حکم دادگاه در بازداشت یا در زندان بودند در طول این سال 2021 به این ور و هر قاضی هم که در واقع بر پرونده نظارت مستقیما از طرف دولت اجرایی هنگ کنگ که دولتی کاملا تحت کنترل حکومت مرکزی چین هست انتخاب شدن و همونطور که میدونیم هنگ کنگ قانونا و بر اساس توافقات بین المللی بعد از خود مختاری غذایی هم برخوردار باشه که انتخاب دلیل اصلی اعتراضات هم در سالهای 2019 و 2020 از بین رفتن همین خود مختاری ها بود متهم بالقوه میتونن حکم حبس ابد بگیرن میتونستن حکم حبس ابد بگیرن انتظار میرفت که بین تا سه سال تا 10 سال یا حکم حبس ابد که در بیشترین حکمی که میشه داد دوشنبه مردم در برابر محل برگزاری دادگاه تجمع کرده بودند در ساعتهای گذشته پلیس ضد شورش هم در محل حضور محسوسی داشت قانون امنیت ملی که از طرف پکن بر هنگ کنگ اعمال شد شامل اتهامهایی مثل براندازی جدایی طلبی یا همکاری با دولت متخاصم میشه تو ماجه یک نگاهی داشته به اینکه اساسا این احکام چه تاثیر میتونه داشته باشه در اعتراضات و جنبش دموکراسی هنگ کنگ و اساسا سرکوبی ها بازداشتها و با اتهامات اولیه با واکنش های گسترده غرب رو بروشید خود هم نمونش رو گفتی سالهای قبل آمریکا و متحدانش تحریم هم اعمال کرده بودن علیه هنگ کنگ اما عملا در طول سال گذشته میزان توجهات به اعتراضات هنگ کنگ به مراتب کاهش پیدا کرده در طول روزهای گذشته ما شاهد اعتراضات شهروندان هنگ کنگی در گوش و کنار دنیا بودیم ولی خب در مجموع در واقع توجه بین کاسته شده خیلی از تحلیلگرا و دموکراسی خواهان خارج از هنگ کنگ معتقدند که هدف اصلی از این بازداشت این 45 نفر و محاکمه اونها پاکسازی و خاموش کردن کامل صدای اعتراضات بود با در نظر گرفتن اینکه خب بخش بزرگی از رهبران اردوگاه اعتراضی هم بازداشت شدند و برخی چراهای معروف هم به خارج فرار کردن بلقوه هم شاهد پاکسازی کامل اردوگاه موسوم به دموکراسی خواهان در هنگ کنگ هستیم حالا اینکه چین تا چه حد موفق بوده رو باید منتظر مون در سالهای آتی دید ولی در یک زمینه موفق بوده هنگ کنگ تقریبا در همه شاخصهای های بین‌المللی مربوط به آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های انسانی، آزادی تجمعات یا استقلال غذایی سقوط کرده از جمله مثلا شاخص آزادی انسانی انیسیتو کاتو در آمریکا که هنگ کنگ در سال 2010 در سومین سو رتبه در تمام جهان بود از نظر آزادی های انسانی که و در سال 2021 به رتبه 46 سقوط کرده این در مورد آزادی های دیگه مثل آزادی بیان و شاخص های آزادی های بنیادین سیاسی هم در مورد هنگ کنگ در واقع میشه اینها رو گفت مرسی هستو. تو تو تاپاس همکارم که از سئول همراه ما بودیم کانال دوازده اسرائیل از حمله موشکی حزب الله لبنان به تلاویو خبر داد در این گزارش آمده سقوط بخشی از یک موشک رهگیری شده موجب آتش سوزی در یک ساختمان در تلاویو شده است شبکه العربیه هم گزارش شده که یک موشک بالستیک از لبنان به سوی شمال اسرائیل پرتاب شده بر اساس این حمله تاکنون دست کم سه زخمی به جای گذاشته که حال یکی از آنها

سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید هنوز توافقی برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزب الله حاصل نشده. سالیوان با تایید پیشرفت در مذاکرات صلح میان اسرائیل و حزب الله گفته هر دو طرف تمایل خود را برای دستیابی به این توافق در بازه زمانی کوتاه نشان دادند اما هنوز این توافق نهایی نشده است. رویترز به نقل از یک مقام لبنانی گفته لبنان و حزب الله با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و به طور مشروط با پیشنهاد آتشبس آمریکا موافقت کردند علی حسن خلیل دستیار نبی بری رئیس مجلس لبنان به رویترز گفته لبنان پاسخ کتبی خود را تحویل داده و قرار است آمو خوشتین نماینده ایالات متحده در منطقه برای ادامه مذاکرات به بیروت سفر کند این مقام لبنانی گفته تمام ملاحظاتی که ارائه شده بر پایبندی دقیق به قدنامه 17.01 خواهد بود محمد قایدی مدرس رابطه بین در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند آیا باید در انتظار اجرای شدن قدم 1701 باشیم آقای قایدی 1701 شورای امنیت یا فکر میکنید با توجه به تحولات ماهای اخیر اسرائیل خواستار امتیازات بیشتری باشه درود به شما و مخاطبین برنامه 17 سفریک من فکر میکنم حداقل اقل اون چیزی که اسرائیل میخواد اما گزارش هایی که در ماه قبل منتشر شد نشون میداد که اسرائیل به چیزی بیشتر از این در واقع رضایت خواهد داد ما شرایط رو در نظر بگیریم که اون زمان حتی مشخص هم نبود که آقای ترامپ قرار به کاخ سفید بیاد الان بادها به سمت موافق برای اسرائیل میوزه دست کم میدونیم که تا 2026 آقای نتانیاهو در اسرائیل بر سر کار خواهد بود بخش بزرگی از توان حزب الله رو تونسته که از کار بندازه یا نابود بکنه بخش بزرگی از رهبری حزب الله رو در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی در آمریکا بر سر کار اومده که حمایت بسیار زیادی از اسرائیل داره و گرچه که آقای ترامپ گفته که میخواد که جنگ رو خاتمه بده اما در صورت ادامه جنگ کسی تردید نداره که حمایت کاملی از اسرائیل خواهد کرد و نکته مهم دیگه اینکه حتی در انتخابات کنگره هم لابی موافق و حامی اسرائیل تونسته موفقیت بسیار زیادی رو کسب کنه و 11 نفر از کسایی که ضد اسرائیلی بودند رو در واقع از رفتن به کنگره باز بداره با تمام این شرایطی که عرض کردم به نظر میرسه که کمترین چیزی که از اسرائیل بخواد در واقع اینه که قطنامه 17 به شکل کامل عملی بشه در اون قطنامه بندای 8، ده و دوازده قطنامه خواستار این شده بود که گروه های مختلف در لبنان که غیر دولتی هستن خل صلاح بشن و گرچه که از حزب الله نام برده نشده بود اما مشخصا منظور اون قطنامه حزب الله بوده و این هیچ وقت عملی نشده بود دو اینکه از فاصله بین رودخانه لیتانی تا مرز اسرائیل این رو در اختیار دولت لبنان و در حال گروه های مرتبط با سازمان ملل و یونیفل باشه این خواسته های اسرائیل است اما فراتر از این خواسته ها اون چیزی که به گوش میرسه چند مورد است یکی اینکه اسرائیل ظاهرا خواستار این هست که فضای هوایی لبنان رو هم در اختیار بگیره و گرچه که در حال حاضر به شکل دو فکتو و در واقع داره این فضا رو کنترل میکنه اما میخواد که این به شکل قانونی هم در بیاد نکته دوم اینه که مسیری که از طریق اون مسیر از سوریه به لبنان و حزب الله سلاح‌های ایران میرسه این مسیر جلوش بسته بشه و به نظر میرسه که اینا نکاتی هستن که اسرائیل فراتر از در واقع 17 بخواد و داره برایش پافشاری میکنه آقای بقایدی پیش گفته شد که سفر علی لاریجانی به بیروت با یک پیامی همراه بوده از جمهوری اسلامی برای پذیرش صلح از سوی حزب الله و لبنان در صورت توافق با توجه به تهدیدات مداوم جمهوری اسلامی اسرائیل میشه اساسا به این صلح امیدوار بود که پایدار باشه من فکر میکنم در میان مدت و کوتاه مدت میشه به این صلح امید بس همونطور که قطنامه 17.01 دست کم برای 16 ده سال یعنی از 2006 تا 2023 تونست که فضای بین لبنان و اسرائیل رو یک مقدار تنشش رو کم کنه و ما برخورد جدی بین لبنان یا الله و اسرائیل در این سالها ندیدیم اگر که به صلحی طرفین برسن این هم میتونه دست کم برای فکر می کنم چند دهه آینده واقعیات میدان رو شک بده اما نکته که مهمه اینه که اگر که حزب الله و در واقع با قطنامه جدیدی لبنان و اسرائیل به صلح برسن تمرکز اسرائیل بیشتر بر ایران و بر جمهوری اسلامی خواهد بود و این چیزی که میتونه هزینه های بسیار جدی برای ایران به همراه داشته باشه به عبارت دیگه هر گونه صلحی بین اسرائیل و لبنان میتونه فضا رو برای اسرائیل باز کنه برای اینکه تمرکز بیشتری بر ایران داشته باشه من از یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل صحبت نمی کنم اما حملات مقطعی به شکل بسیار فراوان مشابه اون چیزی که در حمله آخر اسرائیل دیدیم به ایران چیزی که من فکر می کنم میشه در دست کم چهار سال آینده انتظارش رو به شکل بسیار زیادی داشت خیلی متشکرم از شما محمد قایدی مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید این تصاویر زنده که با هم می‌بینیم از هنگ کنگ از جایی که بزرگترین محاکمه امنیت ملی به هنگ کنگ برای 45 نفر از چهره مهم و کلیدی اعتراضات در این منطقه امروز سهشنبه در حال برگزاری است این افراد به توطئه برای براندازی و جدایی طلبی متهم شدند که میتونه منجر به حکم حبس عوض بشه این موضوع که کشورهای غربی و گروه های حقوق بشری بسیار دربارش نگران هستند و این محاکمه رو به عنوان نمونه ای از افزایش اقتدارگرایی در هنگ کنگ محکوم میکنند همطور که گفتم تصویری که با هم میبینیم از روبروی در مقابل دادگاه محاکمه امنیت ملی هستش در هنگ کنگ برای بررسی پرونده 45 نفر از چهره های مهم اعتراضات در این منطقه همچنان که گفتم تصویر زندگی که با هم میبینیم از هنگ کنگ هست جایی که بزرگترین محاکمه امنیت ملی هنگ کنگ برای پنج نفر از چهره های مهم اعتراضات امروز شنبه برگزار میشه. اما در پایان این بخش خبری تصاویر متفاوتی ببینیم از باغ تیولی دانمارک یکی از قدیمی ترین پارک های تفریح جهان که امسال 181 ساله شده. بسیاری از ساکنان کوپنهاگ پایتخت دانمارک اگر بتونیم تصاویر رو داشته باشیم قدم زدن در این باغ به رو به یک سنت جشن کریسمس تبدیل کردن نمیدونم که این تصاویر آمه بله همین تصاویری که داریم میبینیم از همین پارکی که الان میبینی چراخهای کریسمس رو در اون به مناسبت نزدیک شدن به سال نو میلادی و میلاد مسیح روشن کردن مشکرم متشکرم از همراهیتون با ایرای تنرشال تا این لحظه ساعت 8 صبح وقت ایران با یک بخش خبری دیگر با شما است